سلام، به نام خداوند جان و خرد. روز مادر به همه مادران جهان مبارک باشه. باز یک شنبه دیگر و گزارشگری دیگر. قبل از هر چیز اجازه میخوام که تکه‌ای رو که به مناسبت روز مادر انتخاب کردیم خدمتون ارائه بکنم، منتها متذکر بشم که در این سالی که وقایع زیادی به مادران ما، مادران ایران زمین گذشت، انتظار نداشته باشید که شادی مادران رو ببینید. روز مادر چه غم انگیزش چه شادش، ما گرامی می‌داریمش. اما از شما می‌خوام به این فیلم توجه کنید. جدای از این که این مادران فرزند از دست داده، فرزندانشون گناهکار بودند یا بیگناه، اون بحث من نیست. بحث من از دست دادن فرزند به وسیله دیگران و داغ گذاشتن به دل این مادرانه. یک لحظه فکر کنید که آیا تموم شد؟ آیا این مادر تا ابد، تا زمانی که زنده هست، در غم از دست دادن پسر یا دخترش باید عزادار بمونه و ما احتمالاً و خدای نکرده با بیخیالی کنیم و بالاترین دلجویی بر عهده حکومت هست که حداقل قاتل بچه های اینها رو بهشون معرفی کنه، نه اینکه در سکوت مرگباری خلوت اینها رو مرگباردار کنه. روز مادر رو به همه مادرها، به خصوص مادرانی که فرزند از دست دادند در سال گذشته، تبریک میگم، تبریک میگم و تبریک میگم. با سلام به همه دوستان و شورای شهر تهران که اگر ما رو به عنوان یک شهروند بدانم در زدن ما خیلی بزید. من هر چی که هست متعلق به مادرمه و هر چی که دارم از این خواب دارم. بسر من روز دوشنبه 25 گم کردم در راه پیمانی مسالمت آمیزی که اعتراضی به خاطر رنگ با اون جمعیت کمی کم سلمینی که جمع شده بودم دیگه بچه رو من پیدا نکردم. آمدم خونه و با پسرهای دیگه هم و با بستگانم به تمام بیمارستان ها، تمام کلانتری ها مراجعه کردم. هفت رو گفتن شهید شده. اخ ندا جان، ندا جان، من امسال چرا با تو به سهر رو باشم مادم؟ آخ ببینم ندا. رفتم دادگاه انقلاب که ببخشید اونجا باز هم توهینایی که طبق معمول به من میکردم، همیشه هم میکردم که چرا اینقدر میای میری، چه خبره؟ مگه بچهای دیگه نیست؟ یه روزی من بخوام این خاکو فراموش کنم دیگه هیچ چی نیست. خب من زمانی که مادرم فوت کرد به خاطر بیماری آسم بود و اعلام کرده بودن که اگر بره خارج از کشور مداوا میشه، به خاطر فشار خون آسم میشه. اگه من 7 سال پیش این موقعیت میداشتم، من نه البته، چون من واقعا دل اینو نداشتم که برم عکسای بچهای دیگه رو ببینم. گفتم من نمیتونم برم و اون مسئول گفت من کار ردیابی خودم میکنم انجام میدم، ولی A legal showdown begins in Montreal today. Lawyers for the estate of the slain Iranian-Canadian journalist Zahra Kazemi will face off in court against the government of Iran. You know her story, of course. Kazemi beaten to death in a Tehran prison in 2003. Her son filed a multi-million dollar civil suit against the Iranian government. Defending my mother's right. There is no such thing as immunity for a foreign government to torture anybody. How confident are you that you'll be able to make these new arguments successfully? I'm confident enough. I believe my mother's voice is still reaching out
during the last years of her life, which were very significant like any others, my mother has been a voice to the voiceless. The Islamic Republic of Iran has tried to shut down that voice. And now that she's dead, her voice is even louder. خیلی بچه واقعا ضعیفی از نظر جسمانی و اینا و خودش هم دانشجوی این بچه رفته بود عکس داره بود شناسایی کرده بود بچه که 2 ساله بودم که پدر و مادرم به خاطر به هر حال یه مسئله که خودشون داشتن از هم جدا شدن و من به مادرم واگذار شدم و در واقع از اون موقع به بعد ایشون با کارگری و بدبختی بنده رو بزرگ کردن و بعد استشاری بکنم از خانواده مرحوم سرهنگ سمیعی که من به هر حال بیشتر تحصیلاتم رو در کنار این خانواده گذروندم به دلیل که مادرم در خونه اونا کار میکرد. ولی به من بگو نشه خودش رفته جایی پنهان کرده بچه من نمیتونست به من میگه که برادرش رو کشتن بچه 19 ساله که کنکور داشته یک دونه از آرزوهاش برآورده نشده به دست چه کسانی به دستور چه کسانی و برای چی آخه باید کشته بشه به چه جرمی به کدامین گناه